کودکان قربانی سیاست افزایش جمعیت، کودکان مناطق محروم بیش از دیگر نقاط کشور، سیستان و بلوچستان، خراسان، آذربایجان غربی و شرقی، خوزستان، هرمزگان و اصفهان در صدر قربانیان کودک همسری. شاید بتوان گفت کودک همسری کلمه ترکیبی خود ساخته در کشورهای مردسالار و سنت زده است که سعی دارد عمل تجاوز قانونی به دختر بچه ها با اذن والدین را توجیه کند. گزارش تازه مرکز آمار تکان دهنده است. در 5 سال گذشته 131365 دختر زیر 15 سال ازدواج کردند. از سال 96 تا کنون سالانه به طور متوسط حدود 30000 دختر زیر 15 سال قربانی ازدواج در کودکی بودند، در حالی که متوسط ازدواج پسران در این گروه سنی بین 20 تا 40 نفر است. در بهار سال گذشته تعداد ازدواج ثبت شده دختران 10 تا 14 ساله با رشد 32% نسبت به سال قبل مواجه بود، رکوردی کم سابقه برابر با بیش از 9700 ازدواج. سال 99 بیش از 5% از کل ازدواج‌های ثبت شده در ایران مربوط به ازدواج کودکان زیر 15 سال بود. اگرچه غالباً ازدواج کودک دختران را به سنت‌ها، فقر فرهنگی و اقتصادی منتسب می‌کنند، اما از منظر دیگر این پدیده سیاه اجتماعی محصول رویکردی سیاسی و تبلیغی است. ما 3 سال پیش با هم آشنا شدیم. من 16 سالم بود که خدا رو شکر با خانومم که 14 سال بود آشنا شدم. خدا رو شکر. در شرایطی که با آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت مقامات از یک دست شدن دیدگاه‌های نظام ابراز خرسندی می‌کنند، کافیست نگاهی بیندازیم به رویکردهای تازه در موضوع افزایش جمعیت. احمد وحیدی وزیر کشور ایران اخیراً درباره سیاست افزایش جمعیت اظهار نظر کرده. او با حمایت از کودک همسری مبنای قانون در این زمینه را فقه دانسته. وزیر بهداشت دولت رئیسی هم شعار تازه‌اش این است: فرزند بیشتر، نشاط بیشتر. او از سالهای اول انقلاب به عنوان دوران طلایی رشد جمعیت یاد می‌کند و می‌گوید یکی از اهدافش رشد جمعیت در روستاهاست. او به عنوان وزیر بهداشت نه تنها به طرح جوانی جمعیت مجلس و حذف اقلام ضد بارداری که حق ابتدایی اختیار زنان بر بدنشان را سلب می‌کند اعتراض نکرد، بلکه وعده داد بسیجیوار قرارگاه جمعیت جوانی راه می‌اندازد. ازدواج‌های سخت، این ازدواج‌های دیر، این فرزندآوری کم. در میان این اقدامات بنیادین برای بهره برداری از بدن زنان به عنوان ابزاری سیاسی، جای تعجب نیست که کودک دختران مناطق محروم بیش از پیش در تیررس هدف و در معرض خطر این تجاوزهای قانونی قرار بگیرند. کمان که در سالهای اخیر تلاشها برای اصلاح قوانین مربوطه هم با دخالت برخی مراجع تقلید و مقامات بی نتیجه مانده. علت این که این طرح در کمیسیون رأی نیاورد همین بحث مسائل فقهی و مسائل شرعی است در بحث سن ازدواج. آمارها هشدار دهنده است، چه آمارهای داخلی چه بین المللی، آن هم در کشوری که بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد از نظر شکاف جنسیتی یکی از 5 کشور نخست جهان است. شبنم آذر.